حاکم دبی در شبکه اجتماعی اکس نوشته تجارت غیر نفتی امارات در سال 2023 حدود 12.6% رشد داشته و به بیش از 952 میلیارد دلار رسیده. سایت اطلاع رسانی دولت امارات هم گفته این کشور در سال گذشته همکاری‌هاش رو با سایر شرکای بازرگانیش مثل ترکیه، هند، کامبوج، عربستان سعودی و اندونزی گسترش داده. بنا به این گزارش پارسال تجارت امارات متحده با آمریکا 20% افزایش داشته. تجارت این کشور با ترکیه با رشدی 103% به بیش از 2 برابر رسیده و داد و ستدش با چین و هنگ کنگ هم با رشد 47% مواجه بوده. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از استکهلم با ماست. آقای الفک، خیره کننده است واقعا اینطور نیست برای کشوری که الزاما خیلی نیازی هم شاید نداشته باشه با توجه به منابع سرشار انرژی که داره، اینقدر اقتصادش رو از نفت به دور کرده؟ بله، همونطور که فرمودید واقعا خیره کننده است، اما اگر سبب رو بدونیم در حقیقت عجب باطل میشه. کشورهای منطقه به ویژه امارات متحده عربی در فکر فردای بعد از نفت است. هیچ ضمانتی وجود نداره که این نفت به عنوان یک منبع درآمد همیشگی برای این کشورها بمونه. بدون شک روزی به پایان خواهد رسید. در نتیجه برنامه‌ریزی ها از 2 دهه گذشته آغاز شده. این برنامه‌ریزی ها در واقع بسیار علمی و تخصصی هست. در سالهایی که مثلا در حدود 15-16 سال پیش، هنگامی که جهان با یک بحران بزرگ اقتصادی روبرو بود، همه میگفتن که خب دبی یک حباب هست که این حباب میترکه و تموم میشه. اما من در اون تاریخ در این کشور بودم، دیدم که ساخت و ساز به همون شدتی که در جهان با بحران روبرو بود، به همون شدت ساخت و ساز در این کشور ادامه داشت و به جایی رسید که امروز، شاید همین امروز، امارات بتونه بدون نفت به حیات اقتصادی خودش ادامه بده. شما اگر نگاه بکنید، انواع خدمات رو در این کشور میبینید. الان خدمات دریایی رو امارات در حقیقت شاید یکی از معدود کشورهای سطح بالای تقدیم خدمات دریایی در جهانه. خدمات هواپیمایی، امروز 4 ناوگان هواپیمایی دارن. امارات ایرلاین هست که از همه بزرگتر، الاتحاد هست، العربیه هست و فلای دبی هست که به هر نقطه از جهان این هواپیماها پرواز دارن. جایی شاید نباشه در جهان که خطوط هواپیمایی امارات اونجا نره. این خطوط هواپیمایی فقط یک رابطه توریستی ایجاد نمی‌کنه، زمینه نقل و انتقال اقتصادی، زمینه سرمایه‌گذاری، انتقال سرمایه‌داران به داخل کشور به دلیل وجود چنین خدماتی، همه زمین ساز تحول بزرگی در این کشور هست. آقای الفک، چقدر فکر میکنید که حالا این توییت رو یا اکس رو خود شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، منتشر کرده، چقدر فکر میکنید که نقش خود او در تغییر نه فقط دبی بلکه امارات متحده عربی و حتی الان شاید کشورهای منطقه مهم بوده؟ چون تا قبل از دبی به نظر می اومد که بسیاری از این کشورهای حاشیه خلیج فارس درآمدی رو که از منابع انرژی داشتن معمولا سرمایه گذاری میکردن در کشورهای غربی و آسیایی، اما در دبی یکم این داستان فرق میکرد. از زمان شیخ راشد بگیر تا شیخ محمد به نظر می اومد که یک رویکرد جدیدی وجود داشت که جهان رو به منطقه بیارن و الان میبینیم مثلا سعودی ها هم دارن همون مسیر رو دنبال میکنن. بله، دقیقا روی مسئله بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در وضعیت اقتصادی امارات انگشت گذاشت. شیخ محمد دقیقا نخست وزیر امارات متحده عربی است. میدونید امارات از یک شورای امرا تشکیل شده که در شورای امرا ریاست با شیخ ابوظبی هست. در این شورا همیشه نخست وزیری متعلق به دبی هست و شیخ محمد دونسته از این فرصت در درون مجموعه حاکمیت در داخل کشور امارات به خوبی استفاده بکنه و همکاری نزدیک میان امارات و ابوظبی در حقیقت پشتوانه چنین تحولی در درون این کشور هست. امروز شما اگر نگاه بکنید، وارد خیابان‌های دبی بشید، مردم را از
از نژادهای مختلف، مذاهب مختلف میبینید. در اینجا هیچ کس از شما نمیپرسه آقا دین چیه، قومیتت چیه، همه از تو میپرسن کارت چیه. در حقیقت امارات تبدیل به یک ماشین تولید اقتصادی بسیار شتابنده در منطقه شد. ممنونم از شما. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از استکهلم.